سلام به دوستان صمیمی یاران آشنا لطفاً الان که به این پادکست گوش میکنید به ساعت فکر نکنید خواهش میکنم به ساعت فکر نکن لطفاً فکر نکن تونستی نه حتی اگر قبل از صحبت من شما به ساعت فکر نمی کردید وقتی من شما رو اصرار میکنم که فکر نکنید دقیقاً دارید فکر میکنید منظورم چیه منظورم اینه که ما افکار رو وقتی باهاشون مقابله میخوایم بکنیم متاسفانه میمونن تو ذهنمون و این افکار منظورم افکار منفی هستش به ما احساسات منفی میدن مثل خشم مثل ترس مثل استراب مثل شرم مثل خشم اینها احساسات منفی است که به خاطر افکار منفی میاد منتها افکار منفی خودش میاد اما ما که نگرش میداریم متاسفانه اگر ما نگهش نداریم اون افکار همونطور که خودشون میان خودشون هم میرن ولی وقتی نگهشون میداریم موندگار میشن وقتی موندگار میشن به ما احساسهای بد میدن وقتی احساسهای بد میدن احساسهای بد رو رفتارهامون اثر میذاره رو روابطمون اثر میذاره امروز میخوام راجع به این صحبت کنم ببینید ما طبق تحقیقاتی که انجام شده توی ساعتهای بیداریمون یعنی اون ساعتهای خوابتون رو اگر بخواید کم بکنید از 24 ساعت ساعتهای بیداریتون رو اگر در نظر بگیرید حدود 4000 فکر به ذهن ما میاد از این 4000 تا فکر 13 درصدش یعنی حدود 520 تا از این افکار افکار ناخواسته منفی و انزجار آور هستند که به ما احساسهای بد خب حالا فکر کنید در شبانه روز وقتی حدود 500 تا فکر منفی تو ذهن ما میاد و ما این 500 تا رو اگر نگه داریم تو ذهنمون چه قوقایی تو وجودمون میشه شخصیت هایی که مدام نگرانند، غمگینند، شرمگینند، خشمگین هستند اینها به خاطر همین افکار دیگه افکاری که میاد ولی نمیذاریم برن میمونن 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 انقدر میمونن که ما را عذاب میدن و روی رفتارها و روابط ما روابط زناشوییمون روابط اجتماعیمون تاثیر منفی میگذارن یکی از روانشناسا به نام متیو مکی چند تا مثال جالب راجع به این افکاری که میان مطرح میکنه پنج تا مثال جالب میزنه امروز میخوام راجب این براتون بگم به این مثال ها دقت بکنید و ببینید که افکار رو ما میتونیم نادیده بگیریم وجود دارن نمیشه بگیم که فکر وجود نداره فکر وجود داره اما نباید جدیشون بگیریم ایشون یه مثال های جالبی میزنه خیلی مثال های ملموس و قابل فهمیه یه مثالش اینه میگه یه دستگاهی که ذرت ها رو بو میدن میگن دستگاه پف سازی میگه هر فکر مثل این دونه های ذرته که وقتی شما دارید برشتش میکنید هر فکر یه فکر دیگر رو میسازه دیدید این دستگاه پف فیل رو وقتی اون ذرت های خامو که میریزن حرارت بهش میخوره دونه دونه اینا انگار میترکن هی پشت سر هم دیگه تولید میشن اون به اصطلاح پف میگه افکارم اینجوریه یه فکر بد که میاد یه فکر بد میاره یه فکر بد یه فکر بد میاره طرف فکر میکنه که نکنه بیکار بشم بعد به این فکر میفته خب اگه بیکار بشم زندگیمون نمیتونم بچرخونم بعد میگه اگه زندگیمون نتونم بچرخونم زنم ممکنه از من طلاق بگیره یعنی از یه فکر منفی 20 تا فکر منفی دیگه همینجوری میاد مثل مسلسل دنبالش میکنه و فکر کنید اون آدمی که الان دراز کشیده رو تختش مثلا یهو یه, یه دونه از این فکرها میاد و این فکرها دونه دونه فکرهای دیگر هم تولید میکنه ببینید چه احساسات بدی تو سراغش میاد و چقدر بیقرار میشه چقدر استراب و ترس میگیره و حالا همون لحظه اگر همسرش و فرزندش بخواد باش صحبت بکنه این آدم مضطرب این آدمی که ترسیده این آدمی که نگرانه طبیعی نمیتونه رفتار بکنه میدونید یعنی اون فکر اومد احساس رو زد خراب کرد احساس رفتار رو خراب کرد و همین دلیل این دستگاه پف فیلسازی مثال جالبیه یه فکر فکر منفی فکرهای بعدی رو همینجوری دونه 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 ایجاد میکنه یا یه مثال دیگه میزنه میگه دست های سمج رو دیدید با آدم آویزون میشن شما جوراب لازم نداری یا نمیدونم دستمال آشپزخونه لازم نداری به زور یه چیزی رو میخواد التماس میکنه قسم میده ولکن نیستن میگه چیزی رو که لازم ندارید این دستفروش های سمج میخوان به زور به شما بفروشن میگه افکار سمج هم همینطور هستن افکار سمج شما لازمشون ندارید ولی میان میان حالا باهاشون اگر بجنگید میمونن باهاشون اگر بجنگید میمونن شما اون دستفروش سمج رو اگر باش دعوا بکنی خب بد میشه به هر حال ممکنه اونم ولکن نباشه ولی بهترین روش اینه که تسلیمشم نشی که بگی من یه سری خرتوپرد و پرت به من داده که اصلا لازم ندارم ولی تو رودروایسی گیر کردم چی میگی قاطعانه میگی ممنون لازم ندارم اونهایی میگه و شما میگه نه مرسی من لازم ندارم نه لازم ندارم نه لازم ندارم افکارم اینه افکار سمجن وقتی میان وجود دارن ولی باید بهشون بگیم که لازمتون نداریم این فکر که الان میاد من لازمت ندارم یه مثال دیگه این می میزنه میگه قلدرهای محل اون جاهلها و لوتی که زمان قدیم بودن نیت خیلی داشتن دیگه توی محله میخواستن به صلاح عدالتی رو اجرا کنن ولی مشکلشون این بود که زورگو بودن یعنی قانونی عمل نمیکردن با روش خودشون میخواست زور بگه هر کیو که مثلا فکر میکرد آدم بدیه کتکش میزدن طبق روش خودشون میگه نیت خوب دارن اما زورگو هستن افکار هم همین جوری هم. با قلدری میخواد بیاد بگه تو تنبلی میخواد بگه تو ورشکسته میشی و تو اگه تسلیمش بشی طبیعتاً آسیب میخوری در نتیجه افکار مزاحم وجود دارند باز تکرار میکنم اما جدیشون نباید بگیری. اون فقط هارتوپورت میکنه خیلی جدیش نگه مثال دیگه میگه توی یه مسابقه تناب کشی شما هر چقدر یه طرف تناب رو بکشید طرف مقابل هم محکمتر میکشه دیگه شما اگه نکشون هم نمیکشه وقتی میکشی اون نیروی اکسل عمله بیشتر میشه ذهن میخواد ما رو شکست بده زور داره میزنه ما هر چقدر بخوایم باش مبارزه بکنیم اون پرزورتر میشه اتفاقا عقب نشینی نمیکنه اون تناب رو نمیتونیم بگیم وجود نداره ولی میتونیم تناب رو به جای اینکه با مشت سفت نگهش داری ولش کنی بیفته زمین هیچ اتفاقی نمیافته. افکار همینه افکار وقتی سراغتون میاد مثل اون تناب مسابقه تناب کشی نکشش زور نزن بر نرو بهاش انرژی نذار ولش کن ولش کن نه که نیست هست هست این تنابه وجود داره ولی انداختمش رو زمین نمیکشمش چون هرچی بکشم اون بیشتر میکشه هرچی من قوی بشم اون قوی تر میشه و آخریش همینه که تو اول پادکست ازتون ازتون خواستم گفتم که لطفا به ساعت فکر نکنید این مثال همینه میگه از هر فکری که بخواید فرار بکنید بیشتر سراغتون میاد این مثال جالبی خوده همین آقای متیو مکی میگه میگه که به عدد بعد از چهار و قبل از شیش فکر نکن شما دقیقا الان داری فکر میکنی بعد از چهار چیه قبل از شیش چیه اون پنجه قشنگ میاد تو ذهنت حالا هرچی میخوای بگی نه نمیخوام به پنج فکر کنم اما دقیقاً داری فکر میکنی افکار همینن هرچقدر بخواید ازش فرار بکنید اونها بیشتر به سراغتون میان هرچقدر بخواید باش مبارزه بکنید اونها قویتر میشن افکار رو باشون مبارزه نکنید چون مبارزه شما قدرتمندشون میکنه افکار رو جدی نگیرید افکار منفی منظورمه افکار منفی رو جدی نگیرید نادیدم نمیشه گرفت که بگین وجود نداره خب داری به خودت دروغ میگی چون یه فکری تو مغزت اومد دیگه وجود داره وجود داره ولی جدی نیست مثل ابری که تو آسمون میاد و میره بارانزا هم نیست باد میزنه میبره در نتیجه وقتی جدیش نگیری همونطور که خودش اومده خودش هم میره توی زندگی ما در شبانه روز گفتم حدود 500 تا بیش از 500 تا از این افکار مزاحم وقتی میان تو ذهنتون تو هر زمینه ای تو هر زمینه ای اینها رو جدی نگیرید یه کلیپی من قبلا صحبت کردم راجبه به وسواس فکری وسواس فکری دقیقا همینه دیگه یه فکر غلط میاد تو ذهن طرف ولکن نیست مثلا مذهبیه سر نماز یه یه فکر میاد یه توهینی به مقدسات یه فکر زشتی تو ذهنش میاد سر نماز یعنی 50 دفعه نمازشو رو میشکنه از اول. از اول هی از اول هی از اول هی از اول چون داره مبارزه میکنه با اون فکره اون فکره داره قوی تر میشه در نتیجه یه فکر اومد جدیش نگیر حالا اینکه تو فکر من اومد یه فکر بد اومد خدا منو جهنم میندازه نه این افکار حالا تو بود مذهبیش برای مذهبی ها تو بود پرخاشگریش برای کسی که یه تو ذهنشه که مثلا به یه نفر آسیب میزنه فکر کاری نکرده یا تو مسائل دیگه مسائل اخلاقی میخوام بگم هر چقدر جدی تر بگیرید افکار رو افکار سمجتر و ماندگارتر و متاسفانه مخربتر میشن که میگم نهایتش میکشه به وسواس فکری که پشتش استراب و افسردگی و زندگی فرد و کلن به هم میریزه و روابط زناشویی و روابط اجتماعی و همه رو تحت تاثیر قرار میده افکار رو جدی نگیرید باش مبارزه نکنید بذارید بیاد همونطور که خودش اومده خودش هم میره مراقب خودتون باشید تا بعد خدا نگهدار